Hi, my name is Mahdiye Jaffer. I'm 15 years old. I'm from Afghanistan. I live in Moria refugee camp on Lesbos Island in Greece country for 5 months. ما در همچین جایی زندگی میکنیم، توی چادر کوچیک بدون برق، بدون هیچ امکاناتی. ما چجوری میتونیم از خودمون محافظت کنیم؟ چادر ما خودش ویروس کرونا است، خودش میکروبه. ما چجوری میتونیم از خودمون محافظت کنیم؟ من میخوام بهتون بگم که موریا نباید به یک مکان مرگومیر تبدیل شه. ما از کوه ها اومدیم و نمردیم، از دریا اومدیم با قایق که حتی باد اونو میتونه چپ و راست کنه و هنوز زنده ایم. کمپی که ظرفیتش 3200 نفر ولی در حال حاضر 25000 نفر زندگی می‌کنند. من در کمپ موریا واقع در جزیره لسبوس در کشور یونان زندگی می‌کنم. با مادرم و برادر کوچکم در اینجا زندگی می‌کنم. در حالی که الان ویروس کرونا سر تا سر جهان رو فرا گرفته و همه تو خونه‌های خودشون میمونن و قرنطینه هستن، ما نمیتونیم اینجا قرنطینه باشیم. چجوری در مقابل این ویروس از خودمون محافظت کنیم وقتی هیچ امکاناتی نداریم؟ روز اول فروردین هست، ویروس کرونا یه چیز بدیه حتما، ولی برای تهران یه چیز خوب هم داشت، این بود که باعث شد تهران خلوت بشه و مردم کمتر بیان بیرون و به خاطر همینم هوا تمیزه و من نمیدونم که این ویروس بیشتر آدم میکشت یا آلودگی هوای تهران. من توی دانشگاه درس میدادم، اما بعد از 8 سال یک کمیته عقیدتی یعنی ایدئولوژیک دانشگاه منو رد کردن به دلیل افکار غربی. بعد تصمیم گرفتم که برم اتریش درس بخونم، اما سفارت اتریش به من ویزا نداد. دانشگاه وین منو قبول کرد ولی سفارت به من ویزا نداد، چون گفتن که تو به اندازه کافی پولدار نیستی که بری اتریش همینطوری. بعد از اون مریض شدم و مجبور شدم برم شیمی درمانی. یه کاری برای کردن دارم، خیلی هم دوست دارم که ناخونه پامو رنگ کنم، خیلی این کار دوست دارم. البته اینجا تو ایران ناخونه دستتو رنگ کنی خب بعضی موقع مردم یه چیزی بهت میگن، مثل این که مثلا نه صریح ولی یه چیزی میگن، مثل این که آیا گی هستی یا نه؟ چطوری؟ خوبم. کرونا نداری؟ نه هنوز ندارم. ایشالله بگیری خوب شی بعدش. چرا این حرفو میزنی؟ نمیدونم، فکر نمی کنم که درمونش به من و تو برسه. بهتره بگیریم خوب شیم تا اینکه قایم شیم. نمیدونم. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל
شما ایسرائیل ادونای الوهینو ادونای خود. My name is Gershon Moskowitz from Jerusalem, Israel. So we are now in extreme lockdown, still continues in my neighborhood in Jerusalem, since many of my neighbors, my sect, old Orthodox, are sick compared to secular Jews. I think people will realize that's it. We live in a new era and we have to change our customs. What we see now is the silent prayer. It's called Tfilat Shemona Esrei. We pray three times a day. It's a silent prayer. It means you speak to God alone. Amen. People are praying. You can see people sit far from each other. The streets are quite empty, silent, hardly any cars. Oh, Shmoy. And especially in an epidemic, people want to pray to God for a long time that He should give them salvation, He should help them to stay safe. But now there is a feeling of importance, of change. It's very interesting for me as a Jewish young man. Oh, Shmoy. It was a big discussion if to close the yeshivot, because usually we believe that if people study, it helps the world survive. No, this is not a Many children do not keep the 2 meters. Oh, اینجا بالکن منه. گل‌های قشنگ بهارم است. این فلفل ها رو بند کردم، خشک شد، حالا باید برم بسابمشون و باشون فلفل درست کنم. اینجا مثل این که تو ایران بعضی ها میگن که این ویروس آمریکایی ها طراحی کردن برای این که ایرانی ها رو بکشن، اون تو چون ژن ایرانیا شبیه ایتالیایی هاست اشتباهی ایتالیایی ها رو میکشه. واقعیت اینه که من خیلی به این ویروس فکر نمی کنم و اینکه دیگه خیلی شروع کنی فکر کنی به این بیماری خودش یه جور گرفتن این بیماریه و احساس میکنم که یه جور زندانی هستیم. ما نمیتونیم از ایران بریم، یعنی خیلی از ایران رفتن سخته، به این معنی که پول ما ارزش نداره، پاسپورت ما ارزش نداره. و وقتی الان به همه دنیا میگن او شما باید تو خونه بمونید، من به خودم میگم که خب من که تو خونه بودم قبلشم. و اون چیزی که ما باهاش مواجهیم یک انبان بزرگی از شایعاته، نه چیز دیگه ای. و خیلی بده، توی ایران هم خیلی شاید این یه ذره بدتر باشه به خاطر اینکه دولت خیلی کنترل نداره. خب یه دولت جهان سومیه و مردم هم به منابع خبری دست اول دسترسی ندارن، آزادی رسانه ها نیست، هیچ رسانه‌ای نیست که واقعا مردم بهش اعتماد داشته باشن، حتی یک ذره بهش اعتماد داشته باشن.
میدون ولیعصر، یه پوستر بزرگ همینجا، اینجا که معمولا پروپاگاندای سیاسیه ولی اینجا نوشته امسال بهار. الان خیلی ساکته، خیلی خوبه، خیلی خوبه واقعا. نمیدونم، امیدوارم یه جوری بشه که کرونا نباشه ولی ساکت باشه. My name is Ahmed Rezai. I'm from Afghanistan. I'm 30 years old. I'm living at the moment Greece country, island, Lesbos island, and at Moria camp too. I'm refugee too. And I'm here for 2 years. آشغالایی که اینجا به گونه بسته‌بندی شده افتادن و خیلی به شدت زیاد بو هم دارن و این میتونه خودش هم خطرناک باشه. خب سوال اینجاست، اگر که ویروس کرونا در داخل کم بیایه، آیا این مردم آمادگیش دارن که با همچین ویروس خطرناکی مقابله کنن؟ وضعیت خودتان ببینید. بهداشتن که بهداشت متاسفانه اینجا وجود نداره. در اکثر جاهای کمپ موریا ما آبی نمی‌بینیم. ما با این هم چجوری دست صورت رو بشوریم؟ وقتی که هیچ آبی نیست. باید اینجا به یک مکان مرگ و میر تبدیل شه و همه دنیا میدونن که به یک فاجعه انسانی تبدیل میشه. موریا هیچ امکاناتی برای 25,000 نفر نداره.